از ایرانیان مقیم هامبورگ و مخالفان جمهوری اسلامی روز یکشنبه و همزمان با 35مین سال مرگ روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با پخش موسیقی شاد، رقص و پایکوبی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی این شهر، مرگ مردی را یادآور شدند که پایه‌گذار سرکوب، خشونت، اعدام و تبعیض بود. ایرانیان مقیم هامبورگ امروز مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی اعدامی جمع شدیم تا سالمرگ خمینی، بزرگترین دیکتاتور جهان و بنیانگذار فقر و فساد و کشتار رو جشن بگیریم و پایکوبی کنیم. ما امروز اینجاییم تا به جوابه بین‌الملل بگیم دست از حمایت از جمهوری کثیف اسلامی و سپاه پاسداران تروریست برداره و همگام با ملت شریف ایران باشه. دستاورد 45 ساله جمهوری اسلامی، تجاوز، قتل، اعدام، کودک همسری، ترویج چند همسری، نابودی منابع ملی، بی‌ارزش کردن پول ملی و صدها موارد دیگر، ما تا جشن بزرگ پیروزی و جشن بزرگ ملت شریف ایران، مرگ تک تک این جنایتکاران رو جشن میگیریم. پاینده ایران. همونطوری که شما در تصاویرتون اعلام کردید، مردم در حال شادی و پایکوبی هستند و این پیام یک موضوع مهم هستش که در زمان سرنگونی این خمینی منفور، یک روزی حکومت اسلامی هم باید نابود بشه و اون روز خیلی زود هستش و این پیام رو باید به دنیا انتقال بدیم. برگزاری مراسم مرگ سران جمهوری اسلامی از روح الله خمینی تا ابراهیم رئیسی با رقص و شادمانی در مقابل ساختمان‌های وابسته به جمهوری اسلامی در جهان، این روزها به یک نافرمانی مدنی و نه به جمهوری اسلامی تبدیل شده. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هامبورگ.